از 22 سال روز شهادت دگر جنرال محمد پناه گرامی داشت شد. شماری از مجاهدان و سیاستگران در این روز میگویند که شهید پناه شخصیت متواضع، شجاع و با ایمان بود. به گفته آنان شهید پناه تا آخرین لحظات زندگیش از مجاهدان و حکومت اسلامی دفاع کرد و در این راستا به شهادت رسید. فردین حاجی زاده گزارش می‌دهد. یاران و همسنگران شهید محمد پناه اینجا گرد آمدند و می خواهند سالیات و خاطرات آزادی خواهانه او را گرامی بدارند. از شهید پناه به عنوان اسطوره جهاد یاد می کنند و می گویند که از بحر آزادی و پیروزی انقلاب اسلامی از هیچ گونه فداکاری دریغ نکرد. به خاطر فراهم آوری شرایط امروز شهید شدند که اکنون در جمع ما نیستند. این وظیفه ماست تا یاد و خاطرات این مردان بزرگ را گرامی بداریم. و اونایی که امروز از این سرزمین دفاع میکنن در حقیقت رهروان راه مجاهدین هستند، رهروان جای راه مقاومتگرا هستند. در پیروزی مجاهدین افغانستان نقش مهم و اساسی در پهلوی سایر همسنگران و فرماندهان مجاهدین داشتند. میگویند رهبری سالم نظامی و سیاسی مجاهدان در زمان جهاد و مقاومت ملی سبب شده بود تا آنان ثابت قدم بمانند و با پیروزی های چشمگیر برسند. رهبری سالم سیاسی در اون زمان تحت قیادت استاد شهید ما، استاد بزرگوار ما، واقعا سبب شده بود که حزب جمعیت اسلامی افغانستان بتانه همه ملت افغانستان در هر گوشه و کنار، در شمال، در جنوب، در غرب، در شرق اینا را انسجام بده، بسیج بسازه. بزرگای جهاد ما و شما چند هدف داشتند. از جمله اهدافشان یکی عدالت اجتماعی بود که جامعه بدون تبعیض داشته باشد. بندات پناهخان با تعهد براتون میگم که یک انسان بسیار مجاهد پاک، یک مجاهد با اندیشه و یک مجاهدی که به جز آزادی افغانستان، پیروزی مجاهدین هیچ مطلب دیگری نداشت. شهید محمد پناه 63 سال پیش از امروز در ولایت پنجشیر به دنیا آمد و در جوانی به صفوف جهاد پیوست تا اینکه در 24 اوت سال 1373 زمانی که برای دفع حمله طالبان به میدان شهر رفته بود در کمین گروه طالبان با شماری از یارانش به شهادت رسید.